مقام‌های مسئول در کشور جمهوری آذربایجان مدعی شدند که از زمان امضای توافق صلح در سال 2020 میلادی تا کنون دست کم شهروند این کشور بر اثر انفجار مین قربانی شدند در همین همی راستا وگار سلیمانوف رئیس کمیته ملی مین زدایی در آذربایجان تئی اظهاراتی در این باره گفت بر اساس آمار و اطلاعات موجود دقیقا از تاریخ 19 نوامبر 2022 2020 میلادی تا کنون 282 شهروند آذربایجانی مورد اصابت مینهای باقی مانده از زمان درگیری قرباق شدند وی در ادامه افزود از مجموعه 282 نفر دست کم 46 نفر جان خود را از دست دادند ما بقی افراد نیز آسیب دیده و نقص عضو شدند و متاسفانه هر روز بر تعداد تلفات افزوده می شود او ادامه داد البته ما همچنان در حال تلاش برای کشف و خونساسازی مینهای های باقی مانده هستیم و تنها در یک هفته گذشته نیروهای ما موفق شدن 62 مین را کشف و خونسا کنند. این تعداد مین در مناطق تارتار، اقدم، فضولی، شوشا، گوبدلی، خجاوند، لاچین و زنگیلان بودند به ادامه داد تا کنون 467 هکتار از زمینها، از مین و مواد منفجر باقیمانده پاکسازی شدند. گفتن است در سال 2020 میلادی به مدت 44 روز میان نیروهای ارتش آذربایجان با نیروهای کشور ارمنستان بر سر منطقه قره درگیری مسلحانه رخ داد که در نهایت با میانجیگری روسیه آتش بس میان دو کشور امضا شد.